ادامه عملیات ارتش آزادی سوریه علیه داعش در جنوب سوریه. تخلیه شهر ماره از مظاهر نظامی و اداره آن توسط پلیس آزاد. ادامه جنایت رژیم اسد و شبه نظامیان رژیم ایران در حومه دمشق. بازپسگیری مناطقی در شرق استان حما و هلاکت فرمانده عملیات بشار اسد. عملیات ارتش آزادی سوریه علیه عناصر تروریست داعش در استان درعا ادامه دارد. یکانهای رزمنده تهاجم خود را به مواضع داعش در منطقه حوض یرموک در حومه استان درعا را ادامه می دهند. برنامه طوفان تغییر امروز را با گزارشی از این نبردها شروع می کنیم. ترقد ثلوج طهران 17 ترقد ثلوج طهران بعد تدخيل دبابة في 55 تقوم باستهداف دشن دواعش حوض اليرموك في محيط سد عروه وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى شورای نظامی شهر ماره در منطقه مرزی سوریه و ترکیه اعلام کرد گروه‌های مسلح از این شهر خارج شده و هم‌اکنون امنیت آن به عهده پلیس آزاد قرار داده شده است. شورای نظامی شهر ماره بر اساس توافق‌نامه‌ای که در همکاری با یکانهای نظامی و پلیس آزاد و شورای محلی صورت گرفت، شهر را از عناصر مسلح و تجهیزات نظامی تخلیه کرد. این توافق بلافاصله بعد از پایان عملیات سپر فرات صورت گرفت. الحمدلله تاکنون بیش از 80% از شهر از حضور عناصر مسلح و نظامی تخلیه شده و مقرهای نظامی به خارج از شهر منتقل شدند. بر اساس معیارهای نظامی پادگانها به خارج شهر منتقل شده و از ورود هر گونه تجهیزات و خودروهای نظامی به داخل شهر ممانعت می شود. در سطح شهر حمل سلاح نیز ممنوع است. الحمدلله زندگی و معیشت بسیار بهتر از قبل شده و جریان دارد. قبلا اتفاقات زیادی در اینجا روی می داد. سوريا بلدي اربيت فيها احب تراب واحوال فيها والله سوريا بلدي اربيت فيها والله احب تراب واحوال فيها والله يا عيني ترابك يا ما راح واللي فيها لابوس الارض من تحت الكرون. لازم به یادآوری است که شهر ماره یکی از شهرهای آزاد شده در شمال حلب است که نبض انقلاب در آن
همچنان با قدرت در حال تپش است. جوانان فعال و اهالی این شهر با برپایی تظاهرات روح انقلاب سوریه را زنده نگه داشته و بر ادامه آن تا سرنگونی بشار اسد تاکید می کنند. مراسل أورينت نيوز أن ميليشيا النظام قامت باستهداف عدة أبنية سكنية على أطراف مدينة حرستا. شبه نظامیان اسد چندین ساختمان مسکونی در اطراف شهر هرستا در قوطه شرقی را تخریب کردند. آنها با حفر تونل در زیر ساختمان‌ها و بمب‌گذاری آنها را تخریب می‌کنند. به من چند دقیقه فرصت بدهید تا هواپیماهایم که حامل موشک‌ها و بمب‌ها و ماده سمی به نام گاز هستند، آنها را بر شهرها و مناطق پرتاب کنند و بعد از آن مذاکرات کامل خواهد شد. این زبان حال رژیم اسد در قوطه دمشق است که اصرار به قتل مردم سوریه را اثبات کرده است. این در حالی است که وزارت دفاع روسیه از مناطق جدید کاهش تنش در اطراف دمشق پایتخت سوریه خبر می‌دهد. هواپیماهای رژیم اسد بمباران مناطق قوطه شرقی را شدت بخشیدند و این پیام آشکار را می‌فرستند که به گفتگوها ملتزم نیست و فرصت به دست آمده برای حملات هوایی و شلیک موشک‌های مختلف به مناطق خارج از کنترلش را از دست نمی‌دهد. شهر هرستا نیز از بمباران هواپیماهای اسد در امان نمانده است. حملات هوایی محله‌های مسکونی را با موشک‌های حامل مواد آتش‌زای ناپالم هدف قرار داد که به کشته شدن حداقل 6 شهروند و مجروح شدن شمار دیگری منجر شد. این بمباران‌ها ویرانی و آتش‌سوزی‌های گسترده‌ای را در ساختمان‌های مسکونی به بار آورد. بمباران‌های شدید باعث شد که بخش آموزش و پرورش تمامی کلاس‌های درس را در 110 مدرسه تعطیل کند، زیرا با افزایش بمباران‌های اسد در این شهر امنیت مختل شده است. هواپیماهای رژیم اسد محله جوبر و شهرهای هرستا، سقبا، هموریه و کفربتنا را چندین بار هدف قرار دادند که ویرانی‌های زیادی به دنبال آورد. شهر دوما نیز پیشتر شاهد حملات هوایی و توپباران نظامیان اسد بود که در جریان آن 7 شهروند جان خود را از دست دادند و 10 تن نیز زخمی شدند. این جنایت‌ها در حالی صورت می‌گیرد که درد و رنج هزاران تن از اهالی قوطه در جریان محاصره ظالمانه اعمال شده توسط رژیم اسد طی چند ماه گذشته بر این منطقه تشدید شده است. اعلن جيش العزه التابع للجيش ارتش عزه وابسته به ارتش آزادی سوریه اعلام کرد روستای بلیل از توابع ناحیه همرا در شرق حما را به دنبال درگیری‌هایی با شبه نظامیان اسد و شبه نظامیان رژیم ایران بازپس گرفته است. ارتش عزه گفت در جریان بازپسگیری این روستا شماری از شبه نظامیان اسد از جمله فرمانده عملیات حومه شرقی حما کشته شدند. ارتش عزه اعلام کرد در جریان بازپسگیری مناطقی در حومه شرقی حما یک تانک و یک نفربر زرهی شبه نظامیان اسد و پاسداران رژیم ایران را منهدم کرده است. شبه نظامیان اسد به همراه شبه نظامیان رژیم ایران پیشتر روستای ام خزیم و طلوع در شمال شرق حما را اشغال کرده بودند. همزمان این منطقه مورد تهاجم هوایی فشرده رژیم اسد قرار گرفت. بمباران‌ها بر روی ناحیه حمرا و سعین و ابو دالی متمرکز بود. با وجود تمامی امکانات نظامی و پشتیبانی که نظامیان اسد در اختیار دارند و جنایاتی که شبه نظامیان و پاسداران رژیم ایران، شبه نظامیان افغانی و حزب الله لبنان مرتکب می شوند
و پوشش هوایی فشرده از سوی هواپیماهای روسیه در جبهه های رهجان و سرها در حومه شرقی هما، رژیم اسد مطلقاً هیچ گونه پیشروی در این جبهه ها علیه یکانهای رزمنده سوری نداشته و برعکس رزمندگان روزانه تلفات سنگینی به شبه نظامیان رژیم اسد وارد می کنند. در روزهای اخیر ما با پیشبینی هر گونه حمله و هجوم از طرف دشمن خطوط اولیه نبرد را در برابر آن با سلاح و مهمات مورد نیاز تقویت کردیم. محاولت میلیش نظام تلاش‌های شبه نظامیان اسد برای پیشروی در روستای ابودالی در جنوب ادلب و در مجاورت حومه شمال شرقی همانیز شکست خورد، به ویژه اینکه یکانهای رزمنده برای ضد حمله برنامه‌ریزی کرده بودند. رزمندگان موفق شدند روستاهای ام خزیم و ام ترکیه و مواضع نظامی و استراتژیک در این منطقه را از شبه نظامیان اسد بازپس بگیرند. این منطقه به عنوان آخرین خط دفاعی دشمن در شمال شرقی استان هما به حساب می‌آید.